باید بشه کارو خرید. باید بشه کارو خرید. عنصر کارو باید نیروی کارو باید بشه خرید. اگه نخ خریداری نباشه شما نمیتونیم پروسه رو پیاده کنیم. سرمایه‌داری نداری. اگه نشه نیروی کارو خرید. تو فکر نکنید همیشه میشه بخرید. برای مدت طولانی نیروی کار به صورت برده مال صاحبش بوده، خرید و فروش شما صاحبش بوده. چون تو سرمایه‌تو برداری بدی کسی باید کار کنه. رعیت بوده، به زمین بسته بوده تو سیستم فئودالی. بهش طرق مختلف اضافه محصولش رو میده دست طبقات این وقت. در نتیجه شرط لازمه که این اتفاق بیفته اینه که اون کارم مثل بقیه چیز کالا بشه. کارم یه چیزی باشه تو بازار خرید و فروش بشه. اینجا یه نکته مهمه که بحث آخر کاپیتال راجع به اینه. پروسه کالا شدن نیروی کار که سرمایه‌داری رو به وجود میاره، سرمایه‌داری ظهور میکنه وقتی کار کالا میشه. و اگه فکر بکنید چه جوری کار کالا میشه، بعد به پروسه های تاریخی مثل خلیدای اصلاحات ارضی ها، خلیدا و جدا شدن زحمتکشای روستایی از زمین، از بیرون اومدنشون از زیر دست ارباب و ریخته شدنشون مورد آدمای بدون مایملک تو بازار، فکر اینجوری کار کالا میشه. کسایی باشن به قول مارکس که آزاد باشن به دو معنی، آزاد باشن که نیروی کارشون رو بفروشن مال خودشون باشه، نیروی کارش مال رئیسش مال اربابش نباشه، و دومی که آزاد باشن از هر جور مالکیتی به چیزی، چون اگه وسایل تولید داشتن خودشون می‌رفتن برای خودشون چیزی درست می‌کرد، مجبور نبودن نیروی کارشون رو پس فارغ باشن از مالکیت. یه دادن بدون مالکیت که مجبورن نیروی کارشون رو بفروشن و مجازن نیروی کارشون رو بفروشن. این مجاز رو دست کم نگیرید. 100 سال پیش از این، 200 سال پیش از این، اگه رعیت فلان ارباب از سر زمین را میافتاد از شهر، مسلحاش میبردن شهر، با کتک برش میگردن سر زمین. اینطوری نیست که آقا ما رفتیم، آقا ما رفتیم، نه تو سیستم برده‌داری هست، نه تو سیستم ارباب رعیتی، برو مال اونجاست، مال از کجا رفتیم، میکشن، اجازه نداری بری. جز متعلقات زمینی همونطور که اگه اسب رو فرار کنه میاد رو میارنش، رعیتش که میرفت میرفته میوردنش. چه برسه بگه نامه نویسی به اربابش که من اومدم شهر جای شما خالی شغل مناسبی هم گیر آوردم. همچه خبری نیست. این پروسه که در مقیاس وسیع اجتماعی نیروی کار از سیستم فئودالی کنده بشه بره توی شهر و خود کشاورزی هم با پول مبادله بشه، نه اینکه بیگاری بده و یا محصول کار اضافه شو بده به صاحبه مثلا ملکی، این پروسه تاریخ طولانیه که ما بعداً تو بخش بعدی به اسم پروسه انباش اولیه بهش میرسیم، پروسه کنده شدن آدم از زمین. و یادتون باشه بحثی که اونایی که یادشونه 30 سال پیش با چپ ایران داشتیم این بود که واجد ایران سرمایه‌داریه از جمله به ویژه به خاطر اصلاحات ارضی و به خاطر کنده شدن خیلی وسیع نصب‌دارا و خوشنشینا تو ایران، برامدارشون به شهر و شیوه تولید مسلط شده، سرمایه‌داری همه اینا باید حقوق بگیرن زندگی کنن، باید مزد بگیرن زندگی کنن. مهم نیست که این سرمایه‌داری سوزن هم بلد نیست تولید کنه به قول تو، یا راکتور نداره یا ذوب آهن نداره، مهم اینه که این آدما نیروی کارشون میکنن. اگه نیروی کار کالاست، جامعه که با شوروی سرمایه‌داری و این نیروی کار خاصیت دوگانه نیروی کار رو که وقتی مصرفش میکنی داری تولید میکنی، گفتم یکی از اون تضادن اون موقعیت قبلی، من میتونم با ارزش پولی که با پولی که شما دیدید اون ارزشی که به شما دادم رو جایگزین کنم. نیروی کار این کالا ویژگیش اینجاست. نیروی کار با یه مقدار پول جایگزین میشه ولی یه مقدار محصول جدید به وجود میاره. ببینید ارزش نیروی کار مساوی نیست با مقدار کاری که کرده، مساوی است با مقدار کاری که باید یکی بکنه برای اینکه این زنده بمونه. شما بعد اینو در نظر بگیرید که وقتی طرف مبادله میکنه نیروی کار طرف میخره، پول 800 کارو بهش نمیده، پول اون مقدار کاری رو میده که اجتماعا لازمه برای که کارگر فردا زنده باشه برگرده سر کار کنه. در نتیجه داره ارزش معاش کارگر رو میده. مزد یا پولی که برای خرید نیروی کار صرف میشه ارزش ساعت کاری که او خواهد کرد نیست، اندازه اون اندازه نیست، اون اندازه ساعت کاری است که باید یکی بکنه که این آدم معاش داشته باشه. اگه فرض کنید فقط یک کارگر به جان از روی سرمایه‌دار، پولی که به کارگر میده اون تعداد ساعتی که طرف کار میکنه تا اول معاش خودش رو تولید کنه، اگه بیشتر از اون کار کنه بیشتر از ارزشی که بهش فرض بذاره تعویض میده بشه، بیشتر از ارزش بیشتر تعویض میده تا بگیره بیشتر از ارزش خودش. آیا کارگر کارفرما داره از نظر مبادله‌ای سر کارگر کلا میذاره؟ نه، از نظر مبادله‌ای اینم یه مبادله معادله. اگه کار کالاست و هر کالایی ارزشش اونیه که بتونی باهاش جایگزینش کنی،
کارفرما اون پولی که داره به کارگر میده معادل وسایل معیشت و خرج زندگی است که این کارگر بتونه فردا با همون حالت بدوی چیز و مجبور به فروش کار دوباره به تو بازه، دوباره اون کارگر دوباره سر اون خط تولید حاضر بشه. این ارزش نیروی کار تره. ولی این نیروی کار به این ارزش وقتی به کارش ما میداری بیشتر از ارزشی که برای تولیدش به خودش به کار رفته تولید میکنه. تمام رمز ارزش اضافه اینجاست که یه کارایی هست که وقتی مصرفش میکنی بیشتر از ارزشی که برای باز تولید خودش لازمه تولید میکنه. شما وقتی این مقدار مثلا آهن رو به کار میبری میخری، آهن رو میخری میذاری تو دستگاه ماشین درست میکنی، آهن با ماشین میره، هر ارزشی داره با خودش میبره. آهنی که شما کار کردی تو توی اتومبیل به کار رفت، ارزش اون مقدار آهن همراه اون ماشین از در کارخونه میره، چیزی نمیده نمیگی. ولی این کارگر وقتی از در کارخونه میره بیرون معاش خودش تولید کرده، یه چیزی هم پشتش به جا میشه. علاوه بر این فرمول که اون کارگر اون چیزی که تولید کرده معادل ارزش نیروی کارشه غلطه. و استثمار اینطوری نیست که ارزش نیروی کارگر کارو بهش نمیدن. ارزش نیروی کار مقوله کاپیتالیستیه و تو کاپیتالیسم ارزش همونی که میگن ارزش نیروی کارشه بهش میدن. میگن آقا جون من پول تو میدم، تو چیزی به من میدی. برو اون پول این همون چیزی که من دادی پس بگیر. مثل کتاب، مثل میوه، مثل ماشین، مثل هر چیزی. تو من یه تو پول من از تو میخرم، تو با پولی که من بذارم من میتونی بری بذاری سرش. مبادله معادل سرمایه داری اساسش در تحلیلش مبادله معادل هست. نامعادل مبادله شدن هم فر و حوادث است که در این جامعه تا مورد. ولی اساس تحلیلی سرمایه داری مبادله معادل هست. این پول با کار نیروی کار به طور معادل مبادله میشه. بعد تو پروسه تولید 8 ساعت مثلا یا 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت اون کار نیروی کاری که خریدن به ارزش معینی به قیمت معینی رو به کار میاره. تای پروسه که محصول رو نگاه میکنه یعنی ارزش اون 12 ساعت ارزش اون کالایی که وجود داره. کارگر رو با 5 ساعت کار میشه باز تولید کرد. 7 ساعت ارزش اضافه شد. در ما یه فرمولی احتیاج داریم. یه فرمولی احتیاج داریم که این جنبه معادله رو بگه. این جنبه معادله رو بگه که ارزش ها رو مقایسه کنه نه اشیاء رو و ارزش ها رو پشت سر هم بذاره. فرمولی که مارکس داره این اگه فرض کنیم کل ارزش کالایی که تولید شده باشه سی، این دفعه داریم راجع به ارزش هم بزن. این سی هرچی این مساوی است با ارزش وسایل و تولیدی که توی پروسه به کار رفته و مستهلک شده. درسته؟ اینو با سی نشوندم بدن این آنوانه چی؟ یه مقدار وسایل تولید خریده، مواد خام خریده، برق، گاز، آهن، فلزات مختلف هرچی به کار رفته و رفته تو شهر نهایی رفته، ارزشش رو منتقل کرده به کالای مختلف. به اضافه اون ارزش نیروی کاری که طرف تو بازار فروش شده اینم هستش. به اضافه ارزشی که براش به جا مونده علاوه بر پولی که داده اون چیزی که اضافه براش به جا مونده این ارزش اضافه است. ارزش کالای تولید شده این مشابه تریه از چیزی که در اون ارزش کالای تولید شده از سه بخش تشکیل میشه. وسایل تولید و مواد خام و به اصطلاح ماتریالی که در اون کالا به کار رفته و استفاده شده ارزش رو منتقل کردن به کالای نهایی. مزدی که دادی به کارگر که میشه ارزش نیروی کارش اون منتقل شده به کالای نهایی. به اضافه یه اضافه که مونده سر این دیگه رابطه ارزشی همه اینا عدده همه اینا تومنه دلار بشه. این فرمول C بلاو B بلاو S اساس دوستا جنبه محتوایی و مضمونی ارزش. اون یکی پروسس گردش و جسمی سرمایه رو باش نشون میدادیم. این مثلا محتوای مضمونی از سرمایه نشون میدن. تمام قضیه برمیگرده به این تیکه V بلاو S. کارفرما پول V بلاو S رو نمیده، کارفرما وی رو میده، اس رو از بغلش در میاره به خاطر خصلت ویژه کار، به خاطر اینکه کارگری که
اومده کار بکنه، یه مبلغی رو برای تامین معاش خودش و بازتولید جسمی و روحی خودش میگیره، ولی یه ساعت معینی کار میکنه که تو اون ساعت بیشتر از اون چیزی که این مصرف کرده برای اینکه برگرد سر کار تولید میشه، اشیاء بیشتر تولید میشه در کل سرمایه شما. این میشه ارزش اضافه و این ارزش اضافه است که سود و بهره و اجاره و همه اینا اشکالی ازش هستن که میاد وجود سر. یه چند تا نکته راجع به اینجا باید بگم. من بیاد نرخ‌ها و عددهای واردتون رو. اولا ارزش نیروی کار باز یه پدیده اجتماعی تاریخی و کار برای مارکس. اینطوری نیست که مینیمم بخور و نمی رو باید بشین یه ارزش نیروی کار. ارزش نیروی کار اجتماعی و مارکس میگه به این معنی در نتیجه اخلاقیه. دورانی، تاریخی و اخلاقی. شما توی کشوری که کارگر بنا به استانداردهای اون جامعه اون روز در نتیجه پروسه‌های تاریخی باید خونه داشته باشه، باید ماشین داشته باشه، باید تلویزیون داشته باشه و باید بچه‌ش رو بتونه بذاره مدرسه، استاندارد باستولی نیروی کار اون اگه جامعه استونه تاریخا جامعه چجوری میتونه برسه اونجا با مبارزه طبقاتی، با رشد تولید، با هزاری فعلی فعالی که میتونیم سر جاش باشه داشتش بس کنیم. ولی اینطوری نیست که مینیمم بخور و نمیر معاش منظور معاش، نه منظورش اون مقداری از کالاهاست، مجموعی از کالاها خدمات کارگر باید بگیره برای اینکه حاضر باشه فردا صبح با اون آمادگی قبلیش به سر کار. این تو جوامع فرق میکنه و در نتیجه ارزش نیروی کار میتونه بره بالا. مبارزه کارگری برای اینکه رسانه حقوقش ارزش نیروی کارشو برده بالا، چیزی که احتیاج داره برای بازتولیدش میتونه شامل خیلی نکات دیگه بشه. مارکس همچنین طولانی‌تر تاریخی تر نگاه بکنید، این مبلغی که میده دست کارگر باید نه فقط یه قشر کارگری یا این نسل کارگری بلکه امتداد نسل کارگری رو تامین بکنه. این خرجی که جامعه داره به بابت وجود طبق کارگر میکنه، در نتیجه از یه طرف تو زمان مارکس لااقل باید خرجی باشه که خانواده کارگری بتونه باید زندگی بکنه تا فرزندانش باز بتونن به عنوان کارگر دوباره بیان تو خط تولید کار کنن. چه موز به یه معنی فقط این نیست که اون کارگر شخص بتونه بره و فردا برگرده، باید بتونه از نظر اجتماعی طبقه باز کنی باشه. خانواده از یه گوششه خرج مثلا مزد خانواده گرچه، ولی جنبه‌های دیگه ای داره، جنبه‌هایی که بعدا می‌بینیم دولت میاد تو کار، مثلا خرج بهداشت، خرج آموزش و پرورش، خرجای دیگه که طبق کارگر مصرف کنندش میتونه باشه بعضن یا عمدتاً حتی که از طرف حقوق مزد پرداخت نمیشه. تو کل سرمایه اجتماعی اونا میره زیر وی. یعنی شما مزد رو به نفر دادی ولی اولش مثلا فرض کنید مسکن در جامعه درجه سوبسید میشه، مسکن کارگری سوبسید میشه، یا برای مثال آموزش و پرورش مجانی شده، یا برای مثال حق اولاد میدن. اتفاقای مختلفی که باعث میشه که خانواده کارگری سر پا بمونه و بتونه دوره فردا دو نفر پدر و مادرش به سر کار یا بچه‌هاشون بزرگ بشن به عنوان سر کار، این مجموعهش میره توی این پول. آدم اسمیت به این میگفت صندوق مزد، ویج فوند. این پولیست که خرج سرمایه خرج چیز میکنه. تو اون دوره خب هنوز دولت این نقش رو نداشته، همش رو سرمایه دار میده، خیلیش هم نمیده، به پول و کارگر میده، میگفت فردا برگرد. اگه طبقه کارگر واقعا حس کنه که با این پول غذای بچهش رو لباس بچهش تامین نمیشه، مبارزه بالا میگیره، مجبورش هم میده. نکته دیگه من خواستم بگم اجتماعیه، مسئله تاریخیه و به قول ماش در اخلاقیه، یعنی و اینا پدیده‌های اجتماعی هستن، تاریخا توسط کشمکش طبقاتی تعیین میشه. نکته دیگه راجب اینه که این رابطه این اس و وی رو هم چیه؟ از چقدر وی، چقدر اس در میاد؟ چقدر به اصطلاح نیروی کار پولی که باید نیروی کار داری چقدر اس میتونی طلب کنی؟ تو که مشخصه بستگی داره به تکنولوژی، بستگی داره به سطح کار و اینجاست که دو مقوله ارزش اضافه مطلق نسبی رو ما لازم میشه اشاره کنیم. بعد از اینکه برسیم به این، من چند کلمه راجع به پروسه کار و روزکار بگم. پروسه کار اون پروسه است که اینجا کشیدیم، پی کار و وسایل تولید با هم قاطی میشن و محصول دیگه میاد. عنصر زنده و فعاله این پروسه کار کارگره، عنصر مرده و به اصطلاح شیء قضیه نیروی کار وسایل تولید و غیر از کارگر اینا رو میگیره توی پروسه فیزیکی باش وسایلی میسازه که کار بفروش. این پروسه نیروی کار، تقابل فیزیکی و مادی نیروی کار
و وسایل تولید، یعنی پروسه کار تو همه شیوه‌های تولیدی جهان، تاریخ جهان مشترک، یعنی که هم هر سیستم اجتماعی اساس همین سیستم اجتماعی وجود جامعه هم تو که اول بس براتون از مارکس خوندم یعنی وجود این پروسه یه عده باید وسایل کار میکنه، یعنی جامعه مارکس گفت اصلا قبل هر چیز جامعه شرط وجودش اینه که این مکانیزم وجود داشته باشه، یه عده باید وسایلی برن معاش میدن. سوال برابری این بس فصل مشترک سرمایه‌داری با همه شیوه‌های دیگه است. موازه که سرمایه‌داری برای مبنای تقسیم کار خیلی پیچیده‌تر در ابعاد خیلی وسیع‌تر با نوع رابطه پیچیده‌تری بین کار و سرمایه انجام میشه در نظام بدوی. بنابراین ماهیتاً پروسه کار چیزی نیست که نیروی زنده وسایل تولید رو برمی‌داره، سوژه طبیعی رو تغییر میده با تبدیل به چیزی که قابل استفاده برای خودش. قبلا قابل استفاده نیست. اون سپریم یا کارهایی که تولید محصولی که تولید میشه اندی قابل استفاده است و در قبلش سنگ و چوب و آهن و غیره است. این پروسه به همه مشترک در نتیجه ویژگی سرمایه‌داری نیست، ویژگی سرمایه‌داری بالا. یه چیز دیگه هم که باز ویژگی سرمایه‌داری نیست اینکه این پروسه همیشه در طول تاریخ مگر در اوایل زندگی بشر محصولی بیش از اون چیزی که کارگر مصرف کرده به بار بوده. همیشه کارگر وقتی کار کرده کار تو هر سیستمی کارگر معنی عام کردم من پرولتاری هست کسی کارکنی که کار کرده یه وسایلشون کار کرده اگه فقط آخر روز که خسته و کوفته شد انقدر تولید کرده که خودش استفاده کنه زنده بمونه ما یه سیستم اقتصادی رشدیابانه نداشتیم هر کسی داشت هر چی تولید کرده میخورد چیزی اضافه نمیمونه که بعد فرداش برای اون مبنا آدمای بیشتری بتونن کار کنن یا جامعه به صورت حجم امکانات جامعه افزایش پیدا کنه سیستمی که رشد نمیکنه اس نداره رشد نمیکنه اس تو سیستم سرمایه‌داری ببینش میاد مازاد محصول ولی وقتی مازاد محصول به وجود میاد دولت به وجود میاد طبقات به وجود میاد و این مازاد محصول از اون که تولید کرده سنتا میگیرن میدن به کسی دیگه میاد دیگه بالاخره تو جامعه پا میشن میگن این سیستم مازاد محصول داره برای ما خوبه میگیرن دولت تشکیل میدن که بتونن به زور بگیرن دیگه نذارن کسی که طرف محصول خودشو نگه داره اینا بهش میگن اینا بهش میگن روابط تولید شیوه تولیدش یعنی چه شیوه تولید که من اول بس راجعش صحبت کردم تو ماتریالیسم تاریخی شیوه ای است که تو هر نظام میرن اضافه محصول از طرف میگیرن تو سیستم برده‌داری یه جور اضافه محصولی رو میگیرن تو فئودالی یه جور اضافه محصول رو میگیرن تو برده‌داری خود طرف مال صاحبشه هر کاری هم بکنه مال صاحبش کار مفت انجام میده اضافه محصول نمیده دیگه میاد همه کارهای طرف انجام میده این زنده نگهش میده تو سیستم فئودالی طرف شخص مال اربابش نیست ولی موظف است از محصولش سهم بده به ارباب موظف رو زمین ارباب مفتی کار کنه حقی خودش به کنار رو قطعه ارباب هم برای مصاب کار میکنه شکل های مختلفی هست ولی خودش رو آدم برای خودش خودش صاحب شخصیت خودشه ولی نیرو کارش رو باید مطابق عرف اون جامعه در اختیار ارباش قرار داده محصولش رو بده بشه همیشه سر سال دارتی ها بیان رو بشینن ارباب هم میشینه بگن کی چقدر سهمش رو میاره اون رو دعوا میشه و خون و خونریزی میشه تو ایران که زمینش رو میگرفتن بدن بکی دیگه نصبش رو منز کافی باج نمیده یا چیز نمیده این قراردادها وجود داره و محصول کار اضافه میگه مارکس میگه ویژگی تعریف هر شیوه تولیدی مشخصه واحد مشخصه منحصر به فرد هر شیوه تولیدی که تعریفش میکنه اینه که چجوری نظام محصول رو میگیره چه مکانیزمی نظام محصول رو از این میگیره میده به اون تو سرمایه داری نقطه جالبش اینه و پیچیدگی جامعه اینه این نظام محصول از یه ده آدم آزاد به اختیار خودشون کار میکنن تو بازاری که مبادله میشه همه چی به قیمتش فروخته میشه توی سیستم اضافه محصول میره تو جیبون جالبی این پروسه اینه سرمایه داری تمام جالبیش اینه که به نظر به خود آقا کار میکنی وقت رو میگیری جنس داردی فروختی پول قیمت رو گرفتی مشکل چیه؟ و تشکه نگاه میکنی بینی هی این همون پروسه است و توی این مکانیزم که من پول رو گرفتم گفتم پول تا آوردی سودش رو گرفتی من هر یه چیزی گرفتی و همون چیزی که داده رو پس گرفته تو چارچوب مبادله معادله های آدم های آزادی که هیچ که برده دیگری و رعیت دیگری نیست هر کی حق داره بکنه اون کاری نکنه هیچ اجباری داریش نیست اجبار فوق اقتصادی اجبار زور فیزیکی این پول این امکانات میره دست کسی دیگه و اگه کسی میخواد بدونه چرا باید به سراغ این فرمول سی برابر بی برابر است مکانیزمی که از اونجایی که پروسه تولید دست کارفرماست
و زیر مالکیت اون انجام میشه، محصولات پروسه تولید مال اون. من میرم برای شما کار میکنم، کارخونه مال شماست، پس پروسه تولید محصولش مال توه. نمیتونم برم با شما کار کنم بیارم با خودم بیرون. یا این کارخونه منه، هر چی میگه تولید چی مال من. تو مدی چه کار کرد؟ میشد اصلا تصور کرد. پس یه جایی وسایل تولید مال اونه، تو میری اش تولید کردی میبری پولی به اون میدی. بعضی گاراژ اینطوریه، ماشین که میبری خود درست میکنی، وسایل رو یه پولی بهش میدی بابت کرایه آچار و فلانش، ماشین رو درست میکنی میبری نمیفروشی. عکسش هم میشد تصور کرد، ولی این سیستم سرمایه‌داری اینطوری نیست. کارخونه مال اونه، پروسه کنترل و پروسه کار و پروسه تولید تعیین میکنه که در نتیجه کنترل بر وسایل تولید. وسایل تولید مال کی؟ اون چیز دیگه اسم دیگه جز مجموعه از وسایل تولید نیست. وسایل تولید مال هر کی هست، پروسه کار زیر مدیریت اون هست، حاکمیت اون انجام میشه، محصولی که آخرش اونجا بالاخره به وجود میاد مال اون طرف مقابل سهمش رو میگیره میره. این مبادله معادل هاست و در دل این شرایط مناسبات ملکی سرمایه‌داری است که باعث میشه اضافه محصول میرسه دست کسی دیگه. هیچ قشون نمیکشن کسی رو بگیرن بزنن، از تو خونه کسی انبارش نمیکشن بیرون، آدما رو نمیدوزن، آتیش نمیزنن محلاتو. هر روز همین هسته با آندرگراند با قطار و دور سر کار کار میکنن، شب خداحافظی میکنن، در رو قفل میکنن، کارخونه یاویه وسایل تو انبارش میان بیرون، اون میفروشه، پولاشو میگیره، روح ما هم که قبلش یاد آده بعدا میگیره. اینه راز اقتصاد سرمایه‌داری و در نتیجه اون سرمایه‌داری نشون میده، اون فرمول بالا سرمایه‌داری نشون میده که سرمایه‌دار سرمایه رو میاره تقسیم میکنه به دو بخش پولش. یه بخشش رو میده مواد خام میخره و ماشین‌آلات میخره و میذاره یه جایی بهش میگه محیط کار، پروسه کار شروع میکنه. یه بخشش رو میکنه مزد میده به کارگر، استخدامش میکنه میاره تو کارخونه، کارگر شروع میکنه کار کردن. دو بخش محصولش واقعا تو فیزیکی دو بخش نیست، دو بخش داره تولید میکنه تا یه جایی داره معادل پولی که بشه داره تولید میکنه و بعد شروع میکنه چیز بیشتری تولید کنه. این اتفاق تو روز کار میکنه. روز کار، روز کار بازی 8 ساعت یه نفر رو در نظر نگیر. تمام کارگران جهان ضرب در تمام ساعت‌های کار جهان ضرب کنید رو هم، این میشه روز کاری که سرمایه اجتماعی داره کار میکشه. 100 میلیارد ساعت. به هر چیز 8 ساعت کار میکنن، 2 میلیارد دادم، 16 میلیارد ساعت در روز کار میشه. این کل روزکاریه که در اختیار ارزش عددی اگه بخوام بگیم کار سرمایه‌داری 16 میلیارد ساعت. هر چی جنسی تولید میشه ارزش اینی ازش توشون پخش میشه، تولید میشه. توی روزکاری انجام میشه. ارزش زندگی، وسایل زندگی کارگرا رو وقت بذاری جمع کنه، ماشینش، خونه‌اش، پس تبش، همه چی، از این کل ثروتی که توی 16 میلیارد ساعت در روز تولید میشه، انرژی با معادل مثلا 2 میلیارد ساعت صرف زندگی نگرداشتن و دادن اون خونه ها و مسکن و غذا و اینا به طرف کار داشت، باقیش رفت دستن بود، باقیش ارزش اضافه است. کل روزکار بخش میکنه کار لازم، کار اضافه. کار لازم کاری است که صرف اینه که بالاخره طرف خودش اول از زندگی نگرداشت. اگه این پروسه خوب کار نکنه و کار لازم همه کاری باشه که طرف وقت داره بکنه، سرمایه‌داری معنی نداره، پولش نمیذاره، نظام از بین میره. نشه فرض نظام اینه که چیز اضافه نمیکنه. نشه تو طول این روزکار کارگر کار میکنه و اگه این شما فرض کنید بگیری 8 ساعت 10 ساعت هر چی سمبولیک داریم هر چی زنده هر چی 16 میلیارد هر چی، یه بخشی از این روزکار کار لازم داره انجام میشه، یه بخشی از این روزکار کار اضافی داره انجام میشه. وقت شما میتونید برای خودتون معادلات اینا رو در نظر بگیرید. نسبت کار اضافی بخش بر کار لازم رو بهش میگن نرخ استثمار. نرخ استثمار هر چی کار اضافی بخش بر کار لازم عددش بزرگتر باشه، نرخ استثمار بالا. اون نرخ استثمار. ولی حالا دانش نرخ استثمار یکی از فاکتوری که تعیین میکنه بی او اس به همچه رابطه داره، یعنی چند درصد اومده نرخ استثمار فایده که جهانش بده.